بسم الله الرحمن الرحیم. بچه های خوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با مباحثی که تو جلسه قبل یاد گرفتیم یه مرور خیلی اجمالی داشته باشیم. ما مبحث توحیدها رو از پایه 12 یه اشاره بهش کردیم. توحیدها رو گفتیم دو بخشه، توحید نظری رو داشتیم، توحید عملی رو داشتیم. توحید نظری برمیگرده به عقیده، نوع تفکر و اندیشه ما درباره وحدانیت خداوند که 4 مرتبه داشت. مرتبه اولش توحید خالقیت، بعد مالکیت، بعد ولایت، بعد ربوبیت. این مرتبه رو حق نداریم ترتیبش رو به هم بزنیم، چون همیشه خالقیت علت هست، هیچ وقت خالقیت در جایگاه معلول قرار نمیگیره. مالکیت معلول خالقیت، ولایت معلول مالکیت و ربوبیت معلول هر ستاشون هست. بعد رسیدیم به ابعاد توحید عبادی که میشد بعد فردی و بعد اجتماعی. بعدش اومدیم تو پایه 10 درس 1 رو با هم مرور کردیم. تو درس 1 پایه 10 فهمیدیم که جهان هدفمند، تمام موجودات بر اساس یک هدف و برنامه حساب شده پا به این جهان گذاشتن. انسان هم در دایره این هدفمندی قرار داره. چند تا نکته خیلی مهم داشتیم. یک، هدفمندی جهان رو ناشی از حکمت الهی میدونستیم. دو، این هدفمندی در آیات قرآن کریم به دو شکل مطرح میشه، یا سلبی یا ایجابی. در سلبی میخواد بگی جهان بیهوده نیست، مثل عبارت قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ممکنه به صورت ایجابی بگی، یعنی بگی جهان هدفمند است، ما خلقناهما الا بالحق. پس کلید واژه حق رو وقتی در قرآن میبینیم به معنای هدفمندی جهانه. اما ما گفتیم که انسان هم در دایره هدفمندی جهان قرار داره، ولی توجه باید داشته باشیم که هدف انسان با سایر موجودات متفاوته. چند تا نکته. یک، چرا هدف انسان با سایر موجودات مثل حیوانات و گیاهان متفاوته؟ تفاوت هدف انسان با سایر موجودات برمیگرده، یعنی ناشی از ویژگی‌های خاص، سرمایه‌های خاص انسانه. نکته دوم، این تفاوت‌ها در چه زمینه‌هایی مطرحه؟ 3 تفاوت رو ما براش در نظر می‌گیریم. 1، در مورد نحوه حرکت، نحوه رسیدن به هدف. چون گیاهان به صورت طبیعی، حیوانات به صورت غریزی و انسان به صورت اختیاری، یعنی خودش باید بشناسه، انتخاب کنه و به سمتش حرکت بکنه. تفاوت دوم در میزان استعدادها هست. ببینید، گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود مادی دارن، در حالی که انسان مجموعه فراوانی از استعدادهای مادی و معنوی داره. به همین دلیل دنبال اهداف جامع میگرده تا بتونه با رسیدن به اون اهداف استعدادهای مادی و معنوی بیشتری رو شکوفا بکنه. و 3، در نوع هدف با هم متفاوتن. در نوع هدف یعنی این که ببینید، سایر موجودات وقتی به یک حدی از کمال برسن در همون حد متوقف میشن، دیگه بالاتر نمیرن. اصلا شما فکر میکنی زندگیشون به پایان رسیده، اما انسان چی؟ آتشش روزافزونه، یعنی روحیه بی نهایت طلبی داره، برای همین همواره در حال انتخاب هست. بعد وقتی سرکی میکشیم به دنیای انسانها، اونجا هم تفاوت هدف ها رو میبینیم. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که هدف انسان با سایر موجودات متفاوته، هدف انسان‌ها هم با هم دیگه متفاوته. بچه‌ها، خب این تفاوت هدف‌ها در بین انسان‌ها دیگه ناشی از چیه؟ این برمیگرده به نوع نگاه، تفکر، اندیشه و بینش هر کسی. بنابراین ما در پاسخ به این 2 سوال، تفاوت هدف انسان با سایر موجودات ناشی از چیه، میگیم ناشی از ویژگی‌های خاص انسانه، در حالی که تفاوت هدف انسان‌ها با همدیگر رو ناشی از نوع بینش و تفکرشون می‌بینیم. خب ببینید، ما برای اینکه بتونیم هدف درست رو انتخاب بکنیم و مسیر زندگیمون رو درست طی بکنیم، نیازمند معیار و ملاک هستیم، چون باید هدفی رو انتخاب بکنیم که همسو با میل بی‌نهایت طلبی و اون استعدادهای متنوع مادی و معنوی انسان باشه، که خداوند هم این معیارها رو در اختیار انسان قرار داده در قرآن کریم. ما با توجه به آیات قرآن کریم متوجه شدیم که اهداف انسان 2 تقسیم میشن، اهداف فرعی و اهداف اصلی. فرعی ها ویژگیشون پایان پذیر بودنه، محدود بودنه. اخروی ها
یا اصلی ها پایان ناپذیرن، افول ناشدنی هن. حالا منظور ما از اهداف فرعی اهداف دنیایی هن، از اهداف اصلی اهداف اخروی هن. نکته بسیار مهم اینه که هر دوتا خوبن، هر دوتا برای زندگی ضروری هن. فقط نباید اهداف فرعی و دنیایی رو جایگزین اهداف اصلی یا اخروی بکنیم، یا نباید اینقدر به اهداف دنیاییمون دل ببندیم که از اهداف اخروی غافل بشیم، و یا نباید برای رسیدن به اهداف دنیایی و لذت‌ها و نعمت‌های مادی دنیا مرتکب گناه بشیم. و موضوع پایانی در درس یک به عنوان برترین هدف کامل بود. ما وقتی می‌خوایم یک هدفی رو انتخاب بکنیم، باید حواسمون رو جمع بکنیم که اون هدف هرچی جامع‌تر باشه به نفعمونه، چون اهداف جامع این ویژگی رو دارن که اهداف دیگه‌ای رو در درون خودشون جای میدن. به قول یک مصرعی که تو این بخش کتاب آورده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. جامعیت، چه کسانی دنبال اهداف جامع میگردن؟ انسان‌های زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی و نهاییشون با یک تیر چند تا نشون میزنن. چرا؟ چون هم از لذت‌های مادی دنیا استفاده میکنن و هم چون تمام کارهاشون رو برای رضای خدا انجام میدن، آخرتشون هم آباد میشه، چون دل خودشون رو به خدا نزدیک میکنن. و این همون مفهوم پنهان در آیه من کان یرید و ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. این مفهومش جامعیت و یک تیر و چند نشون هست که ارتباط معنایی داره با اشعاری که پایان درس اومده. خب الان دیگه بچه ها میخواییم بریم وارد درس دوم بشیم با موضوع پر پرواز. میخواییم فقط یک سرکی بکشیم توی درس، بعد میریم از روی فایل پی دی افی که آماده شده برای شما خط به خط رو توضیح میدیم. مفاهیم اصلیمون بچه ها توی درس دو خودشناسی رو داریم. اونجا به ما گفته که خودشناسی سودمندترین دانش هاست. چرا سودمندترین دانش هاست؟ چون اولین گام برای حرکت در مسیر قرب الهی هست. منظور از خودشناسی چیه؟ اونجا باش آشنا میشیم. میرسیم به عنوان جایگاه ویژه انسان. منظور از جایگاه ویژه انسان اینه که خداوند به انسان کرامت بخشیده. خب این مفهوم رو توی تستا با چی میتونیم پیدا بکنیم؟ با این عبارت که خداوند همه چیز رو، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست رو برای ما آفریده و توانایی بهره‌مندی از اونها رو در وجود ما قرار داده. ما به این میگیم جایگاه ویژه انسان. ببینید، برای اینکه انسان بتونه به هدفش برسه، خداوند یک سری توانایی‌ها، استعدادها و سرمایه‌هایی رو در اختیارش قرار داده. این سرمایه‌های رشد یا عوامل رشد چیا هستن؟ عقل، اختیار، سرشت خداشناس، گرایش به نیکیاس، نفس لوامه است، هدایت الهیه. ببینید، من هدایت الهی رو زدم عامل بیرونی. یعنی این 5 تای قبلی میاد چی میشه؟ عوامل درونی رشد هستن. نمونه هایی رو آوردیم برای اینکه حواسمون رو جمع بکنیم، بعد حالا بیشتر اونجا توضیح میدیم. موضوع بعدیمون هماهنگی بین هدف و استعداد هاست. مختصر و مفید، هدف هر کسی باید به وسعت سرمایه هاش باشه. یعنی اگه من سرمایه‌ام کم باشه، خب دست به کارهای کوچیک‌تر میزنم. هرچی سرمایه‌ام بیشتر باشه، اهداف بزرگتری رو مد نظر قرار میدم. این دو تا جمله بسیار بسیار جمله‌های مهم و طلایی هستن بچه‌ها. خب این همه استعداد خدا به ما داده، برای چی؟ اگه هدف از خلقت انسان خوردن و خوابیدن بود، وقت اصلا نیازی به این همه استعداد ما نداشتیم. ببینید، عقل با دوراندیشی انسان رو از خوشی‌های زودگذر منع می‌کنه. وجدان با محکمه‌هاش انسان رو از راحت طلبی باز می‌داره. ببینید، اگر هدف از خلقت انسان خوردن و خوابیدن بود، قطعا حیوانات از ما بسیار بسیار خوشتر و راحت‌تر زندگی می‌کردن، چون نه عقل دارن نه وجدان دارن. موانع رشد بچه ها، همونجوری که خداوند عوامل و سرمایه‌های رشد رو به ما معرفی کرده، موانع رشد رو هم به ما معرفی کرده که اینجا دو تاست. یکیش نفس اماره است، دو شیطانه. نفس اماره بچه عامل درونیه، شیطان عامل بیرونیه. کار نفس اماره چیه؟ دعوت به گناه میکنه برای کسب لذت‌های دنیایی. دیگه مانع پیروی از عقل و وجدان میشه. نفس اماره وسوسه کننده به بدی هاست. اون میل سرکش درونی هست که حضرت علی علیه السلام ازش تعبیر کرده به دشمنترین
دشمن تو همون نفسی است که در درون توست. میرسیم به شیطان، عامل بیرونی. چند تا آیتم براش در نظر گرفتیم که جزء سوالات پرتکرارن. یک، پندار غلط شیطان، فضیلت بر آدمیانه، شیطان خودش رو برتر از آدمیان میدونه. دو، سوگند شیطان، سوگند خورده که تمام فرزندان آدم رو فریب بده. سه، هدفش چیه؟ دنبال چی میگرده؟ میخواد انسان رو از رسیدن به بهشت محروم بکنه. و چهار، کار شیطان چیه؟ کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادنه که نمونه قرآنی براش خواهیم داشت. خب الان بچه ها میخوایم بریم سراغ پی دی اف درس، خط به خط، پلان به پلان، کلمه به کلمه. اونجا میخوایم درس رو بهتر و بیشتر و دقیقتر بررسی بکنیم. بریم سراغ کتاب. خب ببینید بچه ها، در درس پیشین دانستیم که جامع ترین و اصلی ترین هدف، ببینید تمام کلماتی که به صورت قید میان، تر دارن، ترین دارن، هر، هیچ، بعضی، معمولاً، اغلب، تا حدودی، نسبتاً، دقیقاً، اولین، آخرین، مهمترین، بالاترین، ابتدایی ترین، اینها رو به عنوان تیتر سوال برای خودتون در نظر بگیرید. الان ببینید اولین نکته تو این درس که یک بازگشتی به گذشته هست اینه، جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان. ما باید توی گزینه‌ها دنبال نزدیکی و تقرب به خدا بگردیم. خب ما تو درس یک یاد گرفتیم منظور از این نزدیکی، نزدیکی مکانی و زمانی نیست. پس چیه؟ اون نزدیکی حقیقی هست. نکته دوم، رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط، ببینید، فقط با گام برداشتن به سوی این هدف میسره. این هدف چیه؟ همین نزدیکی و قرب الهیه بچه ها. یعنی جمله ما اینه، رشد و کمال انسان و رستگاریش فقط با گام برداشتن به سوی تقرب خدا امکان پذیره. خب وقتی من این جمله رو دارم میگم بچه ها، یعنی در واقع دارم رشد و کمال و رستگاری انسان رو معلول نزدیکی و تقرب به خدا میگیرم. وقتی میگه فقط با گام برداشتن به سوی این هدف میسر میشه، یعنی رشد و کمال من و رستگاری در گرو نزدیکی و تقرب من به خداست. اگه به خدا نزدیک شدم به رشد دست پیدا میکنم، اگه در مسیر تقرب به خدا حرکت کردم بچه ها به رستگاری میرسم. پس این عبارت معلول این عبارت بالاست. میرسیم به یک عبارت سوالی دیگه بچه ها. اولین گام، با سواله، اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر کدوم مسیر؟ قرب الهی. چی هست؟ شناخت انسانه. منظور از شناخت انسان چیه بچه ها؟ داره اینجا برای ما اینو داره تعریف میکنه، ولی من و تو باید اینو یاد بگیریم که معادل سازی میکنه بچه ها. شناخت انسان یعنی خودشناسی، یعنی معرفت و نفس. برای اینکه ما با کلیدواژه های بیشتری آشنا بشیم، جلسه اول گفتم باید دایره لغاتمون رو هی بیشتر و بیشتر بکنیم بچه ها. الان شناخت خود که خودشناسی معادل فارسیش هست، معرفت و نفس کلیدواژه عربیش هست. منظور از این خودشناسی چیه؟ دو تا بخش داره. تعریف کامل بچه ها تو تستا به شما میده تعریف کامل خودشناسی تو کدوم گزینه اومده، یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها، استعداد ها و چگونگی به کارگیری این سرمایه ها، همچنین شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا و نحوه مقابله یا اجتناب از این موانع. جمله بسیار بسیار مهم بچه ها. گفته خودشناسی سودمندترین دانش هاست. این جمله است. خب ولی من بیش از این که بخوام رو این بخش جمله تاکید بکنم، بگم خودشناسی سودمندترین دانش هاست، میام به این کلمه توجه میکنم. گفته به همین دلیل است که، ببینید بچه های خوب، وقتی یک عبارتی رو میخواد به کار ببره و قبلش جمله به همین دلیل است که رو آورده، بعد از این عبارت میشه معلول. الان این معلوله، اینجا دلیل است که، کو دلیلش؟ چرا خودشناسی سودمندترین دانش هاست بچه ها؟ چون اولین گام برای حرکت انسان در مسیر قرب الهی خودشناسیه. پس این جمله معلول، این جمله علت. خب
میخوایم بدونیم که خداوند چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل شده. برای اینکه ما بتونیم در مسیر تقرب به خدا حرکت بکنیم چه توانایی به ما داده و مهمترین موانع تقرب به خدا چیا هستن. بریم سراغ سرمایه های انسان. ببینید بچه، اولین موضوعی که داره مطرح میکنه تو این دوتا پاراگراف اول در واقع موضوع کرامت انسانه. کرامت انسان معادل جایگاه ویژه انسان در عالم خلقته، معادل گرامی داشتن انسانه. توی تستا به شما میگه که کدام یک از عبارتهای زیر مبین جایگاه ویژه انسان در عالم خلقته. کدوم گزینه داره به شما میفهمونه که خداوند انسان رو گرامی داشته؟ کدوم گزینه مبین اونه که برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه قائل شده؟ این عبارت بچه، خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از اونها رو در وجود انسان قرار داده. این جمله رو وقتی میبینید مبین این سه تا کلمه است: یک، کرامت انسان; دو، جایگاه ویژه انسان; سه، اینکه خداوند انسان رو گرامی داشته. این سه تا بچه یکی هن، با هم دیگه فرقی نمی کنن. خب اما ما میخوایم موضوع شناسی بکنیم. خداوند آسمان ها و زمین را برای انسان آفریده. کلید واژه آفریدن بچه تو جلسه قبل یاد گرفتیم توحید خالقیته. توانایی بهره‌مندی از آنها را در وجود انسان قرار داده است بچه توحید ربوبیته. جلسه قبلم تذکر دادم مفهوم توحید ربوبیت تشخیصش بچه سخت‌تر و دشوارتر از بقیه است. پس الان اگر یک وقتی بچه به ما بگی این عبارت به ترتیب به کدام یک از مراتب توحیدی اشاره میکنه، آفرید میشه خالقیت، این عبارت بعدی میشه توحید ربوبی. یه نکته ترکیبی یادآوری بکنم بچه ها، تو درس 11 پایه 11 هم با عنوان عزت نفس، عوامل یا راه‌های تقویت عزت نفس دوتا بودن بچه ها. یکی توجه به جایگاه ویژه انسان یا ارزش وجودی خودمون، یکی هم توجه به عظمت خدا و بندگی خدا. الان من و تو باید تشخیص بدیم که این عبارت به کدومی که از اون دوتا برمیگرده. قطعا به جایگاه انسان داره برمیگرده، قطعا به ارزش وجودی داره برمیگرده. حالا اونجا سه تا عبارت داشتیم، یه آیه داشتیم که خداوند میفرماید که ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم. بچه های خوب، این آیه است. مطلب دوم حدیث قدسی بود که ای فرزند دادن من همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خود آفریدم. این حدیث قدسیه بچه ها. مطلب سوم حدیث حضرت علی علیه السلام بود که بهای وجودی شما چیزی جز بهشت نیست، آن را به کمتر از بهشت نفروشید. چقدر مهم دونستن و تفکیک اینها، بسیار بسیار مهم. این که ما گاهی اوقات یک سوالی داریم که دو وجهی یا سه وجهیه، ما بخش اول دومش رو تشخیص میدیم، بخش سومش یهویی میزنه کدام آیه مؤید آن است، کدام حدیث مؤید آن است. اگه من و تو تشخیص ندیم کدوم آیه است کدوم حدیثه، اشتباه میکنیم. ادامه یه مطلب رو بریم. همچنین خدای متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت برسد، یعنی به تقرب خدا دست پیدا بکنه، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده. بچه باز مفهوم توحیده ربوبیته. برخی از این سرمایه ها عبارتن از بچه ها، میخواییم بریم سراغ این سرمایه ها. یک، عقل. پروردگار به ما نیروی عنایت کرده تا با آن بیاندیشیم. عقل بچه ها، اولین سرمایه عقله، پس موضوعشو میزنیم عقل. خب حالا بکار گرفتن عقل، بهره‌مندی از عقل چه نتایجی برا ما داره؟ بچه ها بکارگیری عقل منتج میشود به یک، مسیر درست زندگی رو از راه غلط تشخیص میدیم. دو، حقایق رو درک میکنیم. سه، از جهل و نادانی دور میشیم. این سه تا نتایج بهره‌مندی از عقل بچه ها. حالا توجه داشته باشیم، خود دور شدن از جهل و نادانی معلول درک حقایق هم هست. یعنی هرچی ما حقایق رو بیشتر دریابیم، به همون میزان داریم از جهل و نادانی دور میشیم بچه ها. نکته بعدی بچه ها، کار عقل رو داریم میگیم تشخیص حق از باطله. بچه ها تشخیص دادن کلیدواژه بسیار مهمیه توی گزینه ها که مال عقله. و یه نکته دیگه، کلیدواژه پروردگار رو داریم. پروردگار بچه ها
مبین توحید ربوبیت. خب میخوایم همین رو بیاریم توی آیات. دو تا شاهد مثال آورده، بسم الله الرحمن الرحیم، آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا میخوانید آن را به مسخره و بازی میگیرند. خب من میخوام بدونم، سوال میپرسم، چرا؟ میگه این به خاطر آن است که، وقتی این جمله رو به این دلیل نگاه کنید، تو عبارت قبلی گفته بود به همین دلیل خودشناسی سودمندترین دانش هاست. علت رو قبلش گفت، معلول رو بعدش داره میگه، ولی الان اینجا نگاه کنید عبارت عوض شد، این به خاطر آن است که. پس بعد از این عبارت داره علت رو میگه اینجا بچه ها. الان این میشه معلول، این میشه علت. چرا نماز رو به مسخره و بازی میگیرن؟ میگه چون آنها گروهی هستن که تعقل نمی کنند. بنابراین به استهزا گرفتن، ها، به ملعب گرفتن، هی کلمات قلمبه سلمبه طراحان سوال، به استهزا گرفتن و ملعب بودن نماز معلول عدم تفکر هست. دو، و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم در میان دوزخیان نبودیم. چند تا نکته خیلی مهم بچه تو این آیه هست. یک، اینکه از زبان چه کسانیه؟ منظور از میگویند کیاست؟ دوزخیانه. دو، اگر بچه بیانگر حسرت هست، پشیمانی دوزخیانه. خب پس وقتی تو تیتر سوال به ما میده کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر حسرت دوزخیان در عالم قیامته، میگیریم آیه‌ای که با اگر شروع میشه. اینا حالشونه دیگه. اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم، بچه منظور از گوش شنوا داشتن روحیه حق پذیریه. میگن اگر ما روحیه حق پذیری داشتیم و تفکر میکردیم اکنون در میان دوزخیان نبودیم. یعنی چی؟ یعنی بچه دوزخیان جهنمی شدن خودشون رو معلول عدم تفکر یا عدم گوش شنوا که همون روحی حق پذیری هست دارن مطرح میکنن. درست شد؟ خب بریم سراغ دومین سرمایه بچه. دومین سرمایه، خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید. شماره دو تیترش بچه اراده و اختیاره. آفرید، خالقیت و مسئول سرنوشت خیش قرار داد. نکته بسیار مهم بچه، مسئولیت انسان در مقابل سرنوشت خودش معلول اراده و اختیاره. چرا انسان مسئوله؟ چون مختاره. پس اختیار مسئولیت زاست، یعنی مسئولیت زائیده و مولود اراده و اختیاره. نکته، سپس راه رستگاری و راه شقاوت رو به ما نشان داد. کلید واژه سپس بچه ها بیانگر تقدم و تأخره. میخواد بگه که این نشان دادن راه رستگاری و شقاوت که همون انا هدیناه السبیل هست، مؤخر از اختیار و اراده است که اینجاست. یعنی خدا اول انسان رو موجودی مختار آفرید، سپس اونو هدایت کرد. پس هدایت الهی مؤخر از اراده است، اراده مقدمه بر هدایت الهیه. تا با استفاده از سرمایه عقل، تا اینو دیدی نزن عقل، میگه با استفاده از سرمایه عقل راه رستگاری را برگزینیم. پسرای خوب، بچهای گلم، اینجا نگاه کنید، کلید واژه ما برگزیدنه، توی عقل تشخیص دادنه، تشخیص عقل، برگزیدن یا انتخاب اختیار. نگاه، دارم کلید واژه معادلشو میارم، برگزیدن همون انتخاب کردنه، ولی عزیزای دلم انتخاب اختیار نیست، چون انتخاب و گزینش ناشی از اختیاره، معلول اختیاره. چون من اختیار دارم دست به انتخاب میزنم. پس و از شقاوت دوری کنیم. پس کلید واژه های دوری از شقاوت، برگزیدن راه رستگاری، معید چیه؟ اراده و اختیاره. تو آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، همانا ما راه را به اون نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس. حالا نگاه کنید اختیار تو کدومی که از این دوتا عبارته؟ قطعا تو عبارت دومه، اما شاکرن و اما کفورا، این اختیاره.
اختیار بچه ها مسئولیت زاست. به این دلیل هر کسی مسئول سرنوشت خودش هست. نکته دوم، انا هدیناه السبیل. بچه ها هدا، جلسه قبل یاد گرفتیم، کلید واژه توحید ربوبیت. ترکیب هدا و سبیل، ترکیب هدا و سبیل با هم میشه هدایت ویژه انسان. تو درس یک پایه 11 که ما بهش میگیم هدایت تشریعی، بچه ها این هدایت، هدایت تشریعیه. خب بین این دوتا گفتیم کدومشون مقدمه؟ قطعا اختیار مقدمه، اختیار مقدمه بر هدیناه و سبیله. یه نکته ایرم دوباره یادآور بشم از پایه 11 بچه ها، خدا میگه ما راه رو بهتون نشون دادیم، شما یا میپذیرید شکرگزار میشید یا ناسپاس میشید. این یعنی چون انسان اختیار داره ممکنه به راه های غیر از راه الهی دل ببنده، در اون صورت ناسپاسه و دست خالی دنیا رو ترک میکنه. خب این از سرمایه دوم. سرمایه سوم، او سرشت ما رو با خود آشنا کرد. اولین نکته، سرشت یعنی فطرت بچه ها، یعنی ذات، و گرایش به خود رو در وجود ما قرار داد. بچه ها این جمله یعنی خداگرایی فطری، یعنی سرشت و فطرت خدا آشنا. ما به طور فطری به خدا گرایش داریم. از این رو، یعنی این دلیل بچه ها، یعنی به این دلیل، این دلیل پس بعد از جمله از این رو بچه ها معلوله. از این رو هر کس در خود مینگرد، یعنی خودشناسی میکنه، یعنی معرفت و نفس، و یا به تماشای جهان مینشیند، یعنی هستی شناسی میکنه، خدا را مییابد و محبتش را در دل احساس میکند. چی شد؟ داره بین اینها داره رابطه برقرار میکنه. چه جوری؟ میخواد بگه خودشناسی و هستی شناسی مقدمه خودشناسی بچه، مقدمه خودشناسیه. خود این جمله هم یعنی فطری بودن گرایش انسان به سوی خدا. حضرت علی علیه السلام میفرماید هیچ چیزی را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از اون و بعد از اون و با آن دیدم. بچه‌ها در سوال کنکور سراسری آوردن، این به این معناست که امیرالمؤمنین تونسته سرشت خدا آشنای خودش رو به فعلیت برسونه، یعنی به فعلیت رساندن سرشت خدا آشنا. ما میگیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اینو به صورت بالقوه همه ای من و شما داریم، ولی امیرالمومنین به اون درجه رسید، به این دلیل این مطلب رو گرفته. خب موضوع این حدیث چیه؟ سرشت خدا شناست. این که من به در و دیوار نگاه بکنم، از هر کجا درخت رو نگاه بکنم، جنگل و کوه دریا رو نگاه بکنم، به قول دو بیتی معروف بابا طاهر، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، این یعنی سرشت خدا شنا، یعنی مشهود بودن خدا. بعد گاهی، اولا که نگفته همیشه همواره، میگه گاهی. چی سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او میشه؟ غفلت ها. کلید واژه برای ما مهمه. گاهی غفلت ها ما رو از خدا دور میکنه. بچه ها غفلت ها وقتی میگه سببه، یعنی منتج میشود، یعنی این علت اون معلول. پس دوری ما از خدا و فراموشی یاد خدا معلول غفلت هاست. ولی وقتی به خود باز میگردیم، بچه ها مفهوم به خود بازگشتن تو پایه 12 معادلش توبه است، بازگشته. وقتی توبه میکنیم او را در کنار خود میابیم. یجد الله غفور الرحیم، کسی که توبه میکنه خدا را مهربان میابیم و میگوییم دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. دقیقا فطرت خداشنا را داره میگه، دقیقا سرشت خداشنا رو داره میگه. این جمله حضرت علی علیه السلام هست. پس این بیت با حدیث حضرت علی علیه السلام ارتباط داره. چه کنم با که توان گفت که او در کنار منو؟ تا اینجای کار نزدیکی خدا رو داره میگه، نزدیکی حقیقی رو داره میگه، سرشت خداشنا رو میگه، و من محجورم. محجور، هجران، دوری، دوری انسان از خدا، دوری از یاد خدا، فراموشی یاد خدا، معلول چه؟ معلول اون غفلت هاست. این از ویژگیه سوم. سرمایه چهارم بچه ها، خدای متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی ها رو در انسان قرار داد تا هدف خداوند رو داره میگه به خیر رو بیاریم و از گناه بپرهیزیم. بنابراین تیتر شماره 4 بچه ها میشه گرایش به نیکی ها. از این روست، یعنی دوباره این قبلی ها شد دلیل، علت بعدی میشه معلول. چقدر ساده ما میتونیم از کلید واژه استفاده بکنیم. از این روز که همه ما
فضایلی چون صداقت و عدالت رو دوست داریم، از دروغ و ظلم و ریا بیزاریم. همه انسان. این کلید واژه بچه‌ها نشون میده، این نشون میده که این عبارت جزء ویژگی‌های فطریه. تو پایه 11 هم یاد گرفتیم کسب فضیلت و دوری از رذیلت، بیزاری از رذیلت، جزء ویژگی‌های فطری انسانه. خب آیش چیه؟ و نفس و ما سوا. بچه آیات رو خواهش میکنم توجه بکنید و حفظ بکنید. ابتدا تا انتهای آیه رو حتما تو ذهنتون داشته باشید. و نفس و ما سوا ها فالهمها ها فجور ها و تقوه ها. بچه آیه موضوعش گرایش به نیکی هاست. نکته ای که اینجا هست، این دوتا عبارت هر دوتاشون توحید ربوبی هست. این سامان بخشی نفس توسط خداوند، این که بدکاری و تقواش رو به او الهام کرده، بیانگر توحید ربوبیت بچه ها. نکته مهم اینه به خاطر وجود کلیدواژه الهمه یعنی الهام کردن، اسم دیگه گرایش به نیکی ها بچه ها میشه نفس ملهمه. ببخشید، نفس ملهمه یعنی الهام شده. یه تذکر داخل پرانتز برای روز مبادا. بچه ها این جمله همه ما فضایلی مثل عدالت رو دوست داریم، از ظلم و ریا بیزاریم، مؤید نفس ملهمه یا گرایش به نیکی هاست. ولی ممکنه طراح سوال بگه برخواسته از چیست؟ چرا ما به خوبی ها گرایش داریم و از بدی ها بیزاریم؟ چون سرشت خداشنا داریم بچه ها. یعنی گرایش به نیکی ها رو میتونیم باستاب و برخواسته از سرشت خداشنا بگیریم. این از 4 و 5. گرایش به نیکی ها سبب می شود، یعنی این علت بعد سبب می شود معلوله. گرایش به نیکی ها منتج می شود به اینکه انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشون بده، و وقتی به گناه آلوده شد خود را سرزنش ملامت می کنه و در اندیشه جبران برمیاد. پس منظور از نفس لوامه چیه؟ سرزنش کردن هست. کجا کی بهش میگه نفس لوامه؟ قرآن. قرآن عامل درونی این حالت رو نفس لوامه. بچه ها نفس لوامه نامیده این که من در مقابل گناه واکنش نشون میدم، خودم رو سرزنش و ملامت میکنم، در اندیشه جبران برمیام، این مؤید نفس لوامه است. ولی برخواسته از چیه؟ گرایش به نیکی هاست. برخواسته از نفس ملهمه است، چون اسم دیگهش نفس ملهمه است. درست شد؟ بسیار بسیار این شماره 5 بچه ها مهم و پرتکراره توی سوالات. یه نکته مهم بچه ها، ظهور نفس لوامه به هنگام چیه؟ ارتکاب گناه هست. گناه یعنی که من یک واجبی رو ترک بکنم یا یک حرامی رو انجام بدم. پس ترک واجبات یا عمل به محرمات میشه گناه. اگه من مستحبات رو ترک کردم گناه کردم، اگه من یه عمل مکروه رو انجام دادم گناه کردم؟ نه. یه نکته بچه ها، اینجا گفته که قرآن بهش سوگند خورده. پس اگه توی تیتر سوالات به ما گفت نفس مورد قسم خداوند، میریم سراغ نفس لوامه. پس الان این آیه بیانگر نفس لوامه است، ولی برخواسته از چیه؟ نفس ملهمه و گرایش به نیکی است. پس این لا اقسم و به نفس لوامه بچه ها معلول این آیه است. این از این. تا اینجا بچه ها اینا عوامل درونی رشد بودن، سرمایه های درونی رشد بودن. گفته نام دیگر این عامل درونی یعنی نفس لوامه چی؟ ما بهش میگیم وجدان اخلاقی. 6. عامل بیرونی رو میخوام بگیم. علاوه بر این سرمایه های بزرگ، خداوند پیامبران و پیشوایان رو همراه با کتاب برای ما فرستاده که چی بشه؟ تا هدف از ارسال انبیا راه سعادت رو به ما نشون بدن و در پیمودن راه حق به ما کمک بکنن. ما به این چی میگیم؟ وقتی پیامبر و کتاب میاد بهش میگیم هدایت الهی، که منظور همون هدایت تشریعی هست. خب یه استراحت کوتاهی بکنیم بعد برمیگردیم. خب بچه ها در ادامه مباحث درس 2 رسیدیم به سرمایه و هدف. ببینید این طبیعیه که بین هدف و مسیر حرکت و توانایی های یک موجود باید هماهنگی وجود داشته باشه. تو خط اول اینو داریم، هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی و سرمایه‌اش هماهنگی داره، یعنی تناسب داره. یعنی چی؟
یعنی اگه کسی سرمایه کم داشته باشه به کار کوچیک روی میاره، ولی اگه این سرمایه زیاد بشه چی؟ خب هدفهای بزرگتری رو میتونه مد نظر قرار بده، کارهای ارزشمندتر رو میتونه انجام بده. این جمله بچه ها به غیر از این عبارت اول، این دوتا مثال نه تنها مبین اینه که بین هدف و مسیر حرکت و توانایی باید هماهنگی وجود داشته باشه، بلکه به این معناست که بچه ها بین هدف و توانمندی ها، بین هدف و سرمایه ها بچه ها رابطه مستقیم برقراره. منظورم از رابطه مستقیم چیه؟ یعنی دو طرف معادله ما یا هر دوتا افزایشی هن یا هر دوتا کاهشی هن. الان نگاه، گفته اگه سرمایه اندک باشه کار کوچیکه، هدف کوچیکه. اگه سرمایه زیاد شد چی؟ اون وقت هدف چی میشه؟ بزرگ میشه. پس هر دوتا، خب وقتی هر دو طرف معادله ما، دو طرف صحبت ما افزایشی یا هر دو طرف کاهشی باشن، به این میگیم رابطه مستقیم. خب رابطه مستقیم رو در مقابل چی داریم؟ در مقابل رابطه عکس داریم بچه. اگه یه طرف زیاد شد طرف دیگه کم شد، به این میگیم رابطه عکس. مثلا تو پایه 12 یاد میگیریم که بین اخلاص و وسوسه‌های شیطان رابطه عکسه. یعنی چی؟ یعنی هر چی درجه اخلاص ما بره بالاتر، به همون میزان وسوسه های شیطان کم میشه. این میشه رابطه عکس. خب انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل و وجدان و راهنمایی اینها داره که فهمیدیم که سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان از اونها برخوردار نیستن. خب این برای ما تکرار مکرراته. یه جمله آشنا بچه ها، از آنجا که وقتی این جمله رو داره میگه، یعنی داره دلیل رو اول میگه، داره علت رو میگه. از آنجا که، یا به این دلیل که، معادل سازی بکنیم، خواهش میکنم اون قلم رو بگیرید هی کلید واژهاتون رو بیشتر بکنید، معادل سازی بکنید. از آنجا که، یعنی به این علت که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، ما مجموعه ای از استعدادهای مادی و معنوی داریم، یادمون نره ها، قطعاً هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشن. حالا این طرح سوال میاد یه جمله اینجوری میگه، هدف و مسیر ما با اونها متفاوت است. اینجا نه، بایدی رو میگه، یعنی الزامه. اگه اینجوری نبود که اصلا نیاز به این همه استعداد نداشتیم، چرا خدا این همه توانایی رو به ما داده؟ خب این جمله مثل چیه؟ مثل همون جمله یه آشنای درس یکه. تو درس یک داشتیم که چرا هدف ما با سایر موجودات متفاوته؟ به خاطر ویژگی‌های خاصش، به خاطر سرمایه‌هایی که اون رو از سایر موجودات جدا می‌کنه. اینم همینه دیگه. از اونجا، یا به این دلیل که ما ویژگی‌های خاصی داریم، سرمایه‌های بیشتری بیش از حیوانات داریم، به همین دلیل هدف ما باید با اونها متفاوت باشه. چگونه میتوانیم به کاری که در حد و اندازه حیوانات قانع بشیم و در همون سطح بمونیم؟ جمله مهم بچه ها، هدف ما باید به وسعت سرمایه های ما باشه، یعنی اون تناسبه باید باشه. خب اگه هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن، شهوترانی در این دنیای چند روزه بود، آیا به سرمایه های همچون عقل و وجدان و پیامبر نیاز داشتیم؟ عقلی، ببینید بچه ها، این دوتا جمله طلاییه. عقل با دور اندیشی خودش ما رو از خوشی‌های زودگذر منع می‌کنه. پس عقل منع کننده و دور کننده و بازدارنده انسان از خوشی‌های زودگذره. با چی؟ با دور اندیشی این کارو می‌کنه. وجدان اسم چی بود؟ نفس لوامه. وجدان با محکمه‌هاش ما رو از راحت طلبی باز می‌دارد. پس باز داشتن از راحت طلبی کار چیه؟ وجدانه. ممانعت از خوشی‌های زودگذر کار چیه؟ کار عقله. اگه بنابر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوشتر زندگی میکنن، چون نه عقل دارن که مانعشون بشه و نه وجدانی که گاه و بیگاه اونها رو سرزنش میکنه. امیدوارم که ما در نوع زندگیمون تبدیل به یک همچین موجوداتی نشیم که عقل ما مانع از انجام خیلی از کارها نشه و وجدان ما هم هیچ کاری با ما نداشته باشه و ما به سادگی هر کاری رو انجام بدیم. میرسیم به موضوع موانع رسیدن به هدف.
بچه ها همون جوری که خداوند عوامل رشد، سرمایه های درونی رشد رو به ما معرفی کرده، موانع رشد یعنی کارهایی که بچه ها عوامل سقوطن، عوامل گناهن، عوامل دورموندن از هدف هستن رو هم به ما معرفی کرده. خیلی خیلی ساده تیتر سوال اینو میگه، میگه خداوند علاوه بر عوامل رشد، عوامل سقوط و گناه را هم به ما معرفی کرده. کدام یک از گزینه‌های زیر مؤید آن است؟ خب من و تو که دیگه نباید بریم سراغ گزینه‌هایی که داره عوامل رشد رو به ما معرفی میکنه، باید برم سراغ اون گزینه‌ای که اشاره میکنه به یکی از دوتا مورد موانع رشد، یعنی یا نفس اماره رو باید انتخاب بکنم یا شیطان رو. حالا ممکنه میگه عامل مثلا میاد یه کلکی میزنه، خداوند علاوه بر اینکه عوامل رشد و کمال رو به ما نشون میده، عامل درونی سقوط رو هم به ما معرفی میکنه. اون وقت دو تا گزینه درست خواهیم داشت، هر دوتا عامل سقوطن، عامل گناهن، ولی یکیش درونیه یکیش بیرونیه. ببین به همین سادگی میتونیم به خاطر بیتوجهیمون یه تست رو از دست بدیم. خب این عوامل سقوط بچه ها دوتا هستن. یک، تیت بزنیم براش نفس اماره. عامل درونی، اولین نکته، نفس اماره عامل درونیه. پس از الان میفهمیم در مقابل سرمایه های درونی رشد قرار میگیره، در تقابل با اونهاست. کارش چیه؟ چی کار میکنه؟ یک، انسان رو برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت میکنه. دو، از پیروی از عقل و وجدان باز می‌دارد. خب این یعنی چی؟ یعنی نفس اماره در تقابل با عقل و وجدان بچه ها. رابطه شون چیه؟ اگه کلید واژه رو دقت نکنیم بچه ها اشتباه می‌کنیم. رابطه شون متقابله یا تقابله؟ الان ممکنه بگید مگه با هم فرق می‌کنه؟ بله، رابطه تقابل یعنی در مقابل همدیگه قرار دارن، رابطه متقابل یعنی روی همدیگه اثر میگذارن. خب این یه نکته. پس نفس اماره مانع پیروی از عقل و وجدانه. حتی تو جمله بالا هم بگم یه نکته رو میخوام بگم بچه، نفس اماره انسان رو برای رسیدن به لذتهای زودگذر دنیایی به گناه دعوت میکند، نه اینکه برای انجام گناه ما رو به لذت‌های زودگذر دنیایی دعوت میکنه. اگه جای این دوتا گزاره رو عوض بکنیم میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگه بگه نفس اماره برای ارتکاب گناه ما رو به لذت‌های زودگذر دنیایی دعوت میکنه، این معنا و مفهومش اینه که تمام لذت‌های دنیایی فی نفس گناه هم. و این جمله غلط 100%. چون خود خداوند در قرآن کریم میفرماید من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده. کی به شما گفت این نعمت های دنیایی و زیبایی های دنیا رو به خودتون حرام بکنید؟ یعنی نعمت های مادی و لذت های زیبای دنیا به خودی خود حرام نیست، مگر اینکه در مسیر چی استفاده بشه؟ گناه. دقیقا این یه نکته. نکته دوم بچه، برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت میکنه، یعنی شیطان، ببخشید، نفس اماره یه کاری میکنه که ما هدفهای فرعی رو اصل قرار بدیم و برای رسیدن به اونها مرتکب گناه بشیم. این غلط بود. خب میل سرکش، میل درونیه دیگه، دیگه بیرونی نیست که وقتی این کلید واژه رو میبینید بلافاصله میزنید نفس اماره. در درون انسان طغیان میکنه، نفس طغیانگر، میل طغیانگر، نفس اماره وی را به گناه فرا میخواند. تکراریه. نفس اماره یعنی چی؟ یعنی فرمان دهنده به بدیها. بسیار اماره، بسیار وسوسه کننده به بدیهاست. حضرت علی علیه السلام در مورد نفس اماره این تعبیر رو دارن بچه ها، دشمنترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست. این از نفس اماره. دو، میریم سراغ شیطان. خداوند از عاملی بیرونی، اولین نکته، تفاوت دوتا مانع رشد، اولی درونی دومی بیرونی، تفاوت اماره با شیطان، شیطان بیرونیه بچه، که چند تا آیتم اینجا زده بودم بچه، الان اینجا خود را برتر از آدمیان
میپندارد. تیتر زدم براتون، پندار غلط شیطان چیه؟ فضیلت بر آدمیانه. دارم معادل سازی میکنم. یعنی چی؟ یعنی خودشو بالاتر میدونه، به همین دلیل سجده نکرد به انسان. دو، سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد. دومین آیتم سوگند شیطانه، فریب فرزندان آدم. نکته، توجه، بسیار نکته مهمیه بچه ها. سوگند شیطان اینه که سوگند یاد کرده تمام فرزندان آدم را فریب دهد. تو پایه 12 تو درس 4 تو موضوع اخلاص اونجا میفهمیم که شیطان خودش اقرار کرده توانایی فریب مؤمنان با اخلاص رو نداره بچه ها. بنابراین اگر این جمله رو با اون عبارت تلفیقش کرد اشکالی نداره. سوگند شیطان اینه که فریب فرزندان آدم به جز مؤمنان با اخلاص. جمله درسته، شک نکنید. هدفش چیه؟ این که از رسیدن به بهشت باز داره، میخواد فرزندان آدم رو از رسیدن به بهشت محروم بکنه. 4، کارش چیه؟ وسوسه کردن و فریب دادنه. پیشنهاد میده، از او به یک اشارت از من تو به سر دویدن. او فقط پیشنهاد دنده است، جز این راه راه نفوذ دیگه ای نداره، فقط وسوسه میکنه. این جمله میدونید یعنی چی؟ این که میگه جز این راه راه نفوذ دیگه ای نداره، این به این معناست که آقا ما خودمون عامل اصلی گناه هستیم. این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه میدهیم یا راه فریب را بر او میبندیم. پس عامل اصلی گناه خود انسانه. اون وقت میرسیم به یک آیه. خوب دقت بکنید بچه، نه چشمبندیه، نه شعبده‌بازیه، نه هیچی، فقط دقت تو متن کتابه. نگاه، این یک خط 4 نکته بسیار مهم داره. اول، همین دشمن در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده به اهل جهنم میگوید، توی تست به شما میدیم مصداق همین دشمن در کدام یک از عبارتهای زیر آمده است. تو باید بفهمی همین دشمن کیه؟ شیطانه. توجه بچه، ما داشتیم که شیطان دشمن، الان اینجا دشمن رو داریم، اینجا هم سوگند رو داریم. پس دشمن قسم خورده انسان کیه؟ شیطان یا نفس اماره؟ دشمن قسم خورده شیطانه. به تعبیر حضرت علی، دشمن ترین دشمن انسان نفس اماره است. پس دو تا تعبیر داریم که میتونه کنار هم سوال بده، مثل بسیاری از سوالاتی که میبینید. به شما میگه دشمن ترین دشمن انسان و دشمن آشکار یا قسم خورده انسان به ترتیب در کدام یک از گزینه ها آمده است. باید بفهمیم اینو، اینو باید از هم تفکیک بکنیم بچه ها. نکته بعدی، کی ظرف تحقق این آیه. عزیزای دلم، ظرف تحقق به این معناست که اون آیه تو برزخ داره اتفاق میفته یا توی قیامت داره اتفاق میفته. ببینید خیلی مهمه توجه به این نکته. یعنی یکی از اون جبهه هایی که طراح سوال میره توش دانش آموز رو به چالش میکشونه و باش میجنگه تو همین ظرف تحققه. خیلی همون بهش بیتوجهیم. شیطان، من به جای شما باشم الان همین دشمن رو بلافاصله تبدیل میکنم به شیطان. کجا؟ در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمونده. نکته سوم، یکی از ویژگی های قیامت اینه که دیگه فرصت برای توبه تموم شده. اونجا دیگه انسان از اختیار بهره‌مند نیست، این به معنای نفی اختیار هم میتونه باشه. و 4 بچه ها، خطاب به کیا میگه؟ اهل جهنم. ببینید چند تا سوالی که من دارم مطرح میکنم رو تو ذهنتون داشته باشید. تو آیات اینجوری با آیات روبرو بشید، بگید 1، متکلم کیه؟ یعنی چه کسی داره حرف میزنه؟ اینجا داریم چی؟ شیطان. 2، مخاطب کیه؟ یعنی به چه کسی داره میگه؟ اینجا فهمیدیم داره به اهل جهنم میگه. 3، چی میگه؟ چی میگه این عبارت؟ 4، کجا داره میگه؟ این دیالوگ کجا داره اتفاق میفته؟ فهمیدیم در قیامت. 5، چه پاسخی میشنوه؟
که تو بعضی از آیات تو همین پایه دهم خواهیم داشت. پس 5 تا سوال رو بچه‌ها در مواجهه با آیات اگر تکلیفش رو روشن بکنیم این سوالات رو از دست نخواهیم داد. گوینده کیه؟ شنونده کیه؟ یعنی مخاطب چی داره میگه؟ کجا داره میگه؟ و چی میشنوه؟ یعنی چه پاسخی داده میشه؟ حالا میخواییم بریم سراغ این که شیطان چی میگه. خداوند به شما وعده حق داد، اقرار شیطانه که وعده خدا حق بود، اما من به شما وعده دادم و خلاف آن عمل کردم. پس بچه کار شیطان چیه؟ خلف وعده کردن دیگه. وقتی میگه وعده دادم خلاف عمل کردم، یعنی فریبتون دادم، یعنی گولتون زدم. پس فریب شیطان میشه، فریب انسان میشه کار شیطان. البته من بر شما تسلطی نداشتم ایها الناس. این که شیطان داره دلیل میاره بچه ها، اینجا داره استدلال میکنه. توی تست میبینید احتجاج یعنی دلیل آوردن. میگه من که بر شما تسلطی نداشتم. این جمله بیانگر مختار بودن انسانه، بیانگر اختیار در وجود انسانه. فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید، یعنی تو اختیار داشتی. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. سرزنش اومده، میخواد بگه بازتاب اون اختیار چیه؟ مسئولیته. پس این عبارت به ما نشون میده که هر کسی مسئول اعمال خودشه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو کاریه که کرده. خب یه نکته بچه ها، من جای شما باشم این عبارت رو با این عبارت به صورت با یک کلمه اضافه میخونم که علت و معلول از توش در بیاد. میگه چون من بر شما تسلطی نداشتم و این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید، پس یعنی در نتیجه امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. یعنی دلیل شیطان برای گفتن این جمله، احتجاج و استدلال شیطان برای بیان این جمله که خودتون رو سرزنش کنید نه مرا چیه؟ این که من بر شما تسلطی نداشتم. خب پس این جمله رو ما معلوله این جمله قبلی میگیریم، این علت این معلوله. بعد اینجا میاد میگه نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید. این هم به معنای نفی اختیار انسان هست در عالم قیامت دیگه. اونجا کار از کار گذشته، فقط به قول خود آیه قرآن ولکن حقت کلمت العذاب، یعنی فرمان صادر شد، تمام شد، هیچ کارش نمیشه کرد. نام این دشمن معلوم شد چیه. میخوایم بریم سراغ تدبر. بچه با توجه به ترجمه آیات زیر بگوید شیطان از چه راهی انسان را فریب میدهد. ما میخوایم بریم سراغ این 4 عملی که شیطان انجام میده و معمولا از این طریق ما رو به نافرمانی از خدا دعوت میکنه، ما رو فریب میده. 1. شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما رو از یاد خدا و نماز باز دارد. پس 2 تا کار تو شماره 1 اومده. چی؟ ایجاد کینه و دشمنی میان کیا؟ مسلمان ها، مؤمنان؟ نه، مردم. خب 2. شما رو از یاد خدا و نماز باز میدارد. پس دومین کاری که میکنه بازداشتن از نماز و یاد خدا هست. خب نکته مهم تو آیه اول، این دوتا کار رو چجوری انجام میده؟ میگه به وسیله شراب و قمار، ابزار شیطانه. بنابراین بچه ها میخواد بگه که استفاده از شراب و قمار منتج میشه به 1. ایجاد عداوت و کینه بین مردم و 2. غافل شدن و فراموشی یاد خدا و بازداشتن انسان از نماز. 2. شیطان هر کاری که گناهکاران میکردن، وقتی میگه هر کاری که گناهکاران میکردن بچه منظورش گناهه، در نظرشان زینت داد. یعنی چی؟ یعنی سومین کاری که شیطان برای فریب انسان انجام میده زیبا و لذت بخش نشان دادن عزیزای دلم گناه هست نه دنیا. این 2 بار در تستای سراسری کلمه گناه رو تبدیل به دنیا کرد. زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه. آیه 3، کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردن، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داد که همینه، یعنی زیبا نشان دادن گناه. و 4 راه،
آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است، یعنی فریب انسان یا سرگرم کردن انسان به آرزوهای طولانی. بچه ها این چهار تا کار، نکته آخر و پایانی بچه تو آیه آخر، مخاطب شناسی، این که شیطان اعمال چه کسانی را زینت میده در نظرشون و چه کسانی را به آرزوهای طولانی فریفته. کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردن. من میخوام براش یک کلید واژه بسازم، یک معادل قرآنی بسازم، و اون چیه؟ ما تو همین درس بچه آیه داشتیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. میگی ما راه رو بهت نشون میدیم، میخوای سپاسگزاری بکن، میخوای کفران بورز. کلمه کفور به معنای ناسپاسه. ناسپاس همون کسی که بعد از این که خداوند اونو هدایت کرد چیکار میکنه؟ ها؟ به حق پشت میکنه، ناسپاس میشه. پس اینجا مخاطب در یک کلام کسانی هستن که مصداق کلمه کفورا هستن. برقرار و پیروز باشید. آرزوی سلامتی برای شما و خانواده‌های محترمتون دارم. یا حق.